بسم الله الرحمن الرحیم این کیس دو ده پارت دوم پلمنری ایوی خدمت امسلکان ام عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد ام عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم میگردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سوی تعلیمی تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشه. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نماید. مریضایی که HHT و یا هریدیتاری هموراجیک تلنجکتیزی ها می داشته باشند ایوی مالفارمیشن در احشای مختلفه پیدا شده و اعراض و علائم مختلف باعث می گرده هی که از اپ تو دید گرفته شده ایوی مالفورمیشن در مریضای HHT بیشتر در نیزا میکوزا با صورت تلانجکتازی یعنی بیشتر از 90 فیصد از اینا در این آیه دیده میشه این مریضا معمولا امرا با رهاف و یا اپستکسس نزد شما مراجعه میکنن برای تشخیص این مریضا معمولا هستری و تفتش و یا فیزیکل اگزامنیشن مخصوصا انسپیکشن فوقلا در رول امدر بازی میکنن البته این مریضا تداویشان تداوی ریاف و یا اپستاکسس می باشه. و با درجه دوم مکوکوتانیس اتلانجکتیز یا کمتر از 80 فیصد این مریضا می داشته باشن که معمولا سایز ایوی مالفورمیشن و یا در نزد این مریضا آیسته آیسته با عمر مریضا بزرگ می گرده. بعض اوقات باعث خون ریزی شده و البته در تشخیص این ها هم هستری و فیزیکل اگزامنیشن کمک می نماید. معمولا ایجاب کدام تداوی مخصوص نمی نماید. در حدود کمتر از چل فیصد تلنجکتیج یا در جی دیده شده که باعث خونریزی های سیستم ازمی می گرده. تشخیصشان معمولا توسط انداسکوپی صورت گرفته تداویشان هم توسط انداسکوپی و بعضی اوقات ایجاب امبولایزیشن و یا حتی سرجری را می در قسمت پولمنری ایوی مالفورمیشن که بیشتر از پینجا فیصد واقعات HHT دیده شده میتانه معمولا این مریضا میتانه امرا با هایپاکسیمیا، ارتو پلاتپنیا، سینوسیس کلابینگ نزد شما مراجعه نمایند. در تشخیص این مریضا معمولا چست اکسره کت و اکوکاردگرام رول می داشته باشه. تداوی از این ها معمولا امبولایزیشن می باشه. بلاخره سربرال ایوی در کمتر از پانزه فیصد واقعا دیده شده این ها معمولا اسمتماتیک بازن سردردی ها و ستروک سیجر و حتی انتراکرانیل هیموریج در نزد مریضا دیده شده میتانه. تشخیص این مریضا ایجاب کتسکن امارای و اولتراسونوگرافی می نمایه. معمولا این مریضا ایجاب تداوی نکرده در بعض واقعات امبلایزیشن توصیه می گرده. بلاخره ایوی مالفارمیشن کبدی می باشه که کمتر از افتاد فیصد واقعات راپور داده شده می باشه. البته در نزد از این مریضا بعضا اسایتس انسفالوپاتی پورتو سیستمیک تشخیصشان سونوگرام سیتی و ام تداوی در نزد مریضا و در بعض واقعات لیور ترانسپلانتیشن توصیه میگرده البته باید به خاطر داشته باشین امبولایزیشن در نزد ازی مریضا ایجاب نمی نمایه. البته خطرناک می باشه بعضی ها تداوی ارمونی را هم در نزد ازی مریضا توصیه می نمایه. در تشخیص مریض های ایوی معمولا ایماجنگ ستدی معمولا کانترست سی سکن رول امدار بازی می نمایه. معمولا به شکل پولمنری نادول که اوافی شارپ می داشته باشه همچنان شما می تانین که فیدنگ ویزل که از ارتیریا می و به وین ختم می دیده شده می تانه. معمولا برای تدوی از این مریضا سی تی و تعیین نایه ایوی و بلاخره امبلایزیشن در تداویشان رول می داشته باشند. نادرن امارای در نزد ای مریضا توصیه می گردد. اوصاف کانترا تی در نزد از این مریضا معمولا به شکل نادول، اوافی منظم شارپ، مدور، تعدادش معمولا دو تا 8 ایوی فارمیشن و بزرگیش 0.5 تا 5 متر می باشد. البته اندازه فیدینگ وزل در نزد از این مریض فوق مهم بوده که میتونه مریضایی که بیشتر از 2 ام سایز فیدینگ وزل در نزدشان دیده میشه ایجاب امبولایزیشن می نماین. دکتر جوان ما در انترنت ریویوی ایماجنگ داده در, در مریضای ایوی مالفارمیشن می نمائی. البته در اینجا شما با وضاحت می بینین نادولر دنسیتی که دلالت به ایوی مالفارمیشن می نمایه. بعد در اینجا سکن کانتراس تدیری برای شما نشان می که ایوی مالفارمیشن امرا با فیدنگ ویزل به بسیار وضاحت دیده شده می تانه. بعد اینجا کتسکن یک مریض دیگر نشان می که ایوی مالفارمیشن البته به صورت متحدد در نزد ازی مریض دیده شده می دانه. در کت سکن برای شما نشان می ده ای مال کرونل ویو ای وی مال آنجیوگرافی ای مال با بسیار وضعات و در چست اکسر ای وی مال فارمیشن نشان می دهند. بعضا در نزد مریضا اتیپیکل ایوی مالفامیشن دیده شده میتونه که باید به خاطر داشته باشین معمولا در مریضایی که اتیپیکل ایوی مالفامیشن می داشته باشن امکان داره که اوافی نادول شارپ مدور نباشه و همچنان فیدینگ ویزل به درستی دیده شده نمیتانه بعضی اوقات حتی انهانسمنت در کانترست دی هم صورت نمیگیره دکتر جوان ما در اینجا برای شما ای وی که به صورت اتیپیکال می باشه برای شما نشان می دهند در قسمت دیاگنوستیک اپروچ مریضای ای وی مالفورمیشن معمولا توسط اکوکاردیوگرام مخصوصا در نزد مریضا کانتراست ترانستوراسیک اکوکاردیوگرام توصیه می گردند و یا بابل سدی صورت میگیره که رایت تو لیف شنت در نزد مریضان نشان میدهند معمولا متعاقبش میتونن که از آن هم استفاده نماین البته در اینجا پلمونری ارتری کاتترایز شده و نورمال پلمونری آنجیوگرافی را برای شما امرای شعبات مختلفش نشان میدهند در این سلاید دکتر جوان ما برای شما ایوی مالفامیشن نشان میده در این سلاید برای شما یک مریض را نشان میتن که آنجیوگرافی دستش صورت گرفته و ایوی مالفارمیشن متعدد در نزد مریض دیده شده میتونه. در این برای شما پلمنری ای با به صورت متعدد در نزد مریض نشان می دهد. البته تداوی مریضایی که پولمنری ایوی مالفارمیشن می داشته باشند امبلو تراپی می باشند. که البته در مراکز مخصوص توسط آی آر و یا انترونشن رادیولوژی صورت گرفته و موفقیت بیشتر از 90 فیصد می داشته باشد. البته اندیکیشن امبولوتراپی در مریضایی که ایوی مالفورمیشن ای ریوی می داشته باشن اولی که سایز فیدنگ آرتری بالاتر از 2 ام mm می باشه و دومی که این مریضا معمولا سمتوماتیک می باشن بنابراین در نزد ازی مریضا امبولو تراپی توصیه می گردد تداوی جرایی در نزد مریضایی که پلمنری ایوی می داشته باشن وقت توصیح می گرده که امبولو تراپی در نزد مریضا موفق نگردن همچنان در نزد ازی مریضا تداوی آخری عبارت از لانگ ترانسپلانتیشن می باشه البته در این سلاید بر شما نشان میتن که پلمونری آرتری کاتترایز میشه و متعاقب کنتراست تدی نایه ایوی مالفارمیشن تشخیص میگرده و البته فیدینگ وزل در این نایه معمولا امبولایزیشن نزد مریض صورت میگیره البته در نزد مریض ما رایت هارت کاتترایزیشن صورت گرفته لفت مین پلمونری آرتری بر پین دقیقه بلاک میگرده در این حال اکسیژن سچوریشن میکس وینوس اکسیژن سچوریشن و پلمونری آرتری پرشر مورد مطالعه قرار میگیره اگر که اینا متاثر نگرده بنابراین در نزد مریض پلمونری امبولایزیشن صورت میگیره البته در این سلاید برای شما نشان میده که پلمونری آرتری کاتتر کاتتریز میشه فیدینگ وزل پیدا میشه و متعاقبا در نزد مریض امپلیزر واسکولا پلاک تدبیق میگردد البته فالو اپ مریض دو ماه بعد دوباره بر میگرده متعاقب امبولایزیشن تمام و اعراض و علائم مریض کاملا بی بوت میافه به صورت خلاصه پلمنری ایوی مالفارمیشن عبارت از ابنومل ارتباط شریانی وریدی در ریه ها می باشه، بیشتر در اچ و یا اردیتاری هموراجیک تلنجکتیج یا دیده شده می تانه. اشهای مختلف معوف می سازه و برای تشخیص گولد ستندر تست آنجیوگرافی می باشه. اوصاف تشخیصی HHT در نزد مریضا معمولا چار فاکتور می باشد. معمولا مریضا سابقه اپستاکسس و یا رهاف می داشته باشند. ملتیپل تلنجکتیش یا معمولا در های مریضا جوف دهند. ده فنگر و بینی مریضا دیده شده می تاند. همچنان اشهای مختلف هم می تاند موف بساز مریضا امرا با جی آی بلیدنگ و یا سریبرال سی وی نزد شما مراجعه می نماید. فاکتور چهارم عبارت است فرست دیگری ریلیتیف مریض ها هم معوف شده می باشند. اگر که سه از این فاکتور موجود باشد تشخیص قطعی اگر دو فاکتور موجود باشد تشخیص اعتمالی HHT در نزد مریض صورت می گیرد. تداوی مریض های AV معمولا امبولوتراپی می باشد. مخصوصا اشخاصی که سمتوماتیک می داشته باشند و همچنان فیدنگ وزل بیشتر از 2 ام mm بزرگی می داشته باشند بنابراین در نزد ها امبولایزیشن توصیه می گرده که البته به نزد اشخاص اکسپرت موفقیتش بیشتر از 90 فیصد می باشه مورم بر تداوی مریضای AV malformation از امپلازر واسکولر پلاک استفاده میگرده که میشه مخصوص سلف اکسپندنگ نیتینول می باشه البته موفقیت بسیار بلند می داشته باشه البته ای کارتون که از انترنت گرفته شده برای شما امپلیتزر واسکولر پلاگ نشان میده که داخل فیدنگ ویزل شده و در اونجا رها میگرده البته موفقیت فوق العاده بلند می داشته باشه البته امبولوتراپی معمولا در نزد مریضای می گرده که فیدنگ ویزل بالاتر از دو ام ام قطر داشته و این مریضا سمتوماتیک می باشن. همچنان مریض که ایوی مالفارمیشن می داشته باشند پروسیجر هایی که باعث بکتری می گرده در نزد از این مریض پروفلکتیک انتیبایتیک توصیح می گردد البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین آیات یک زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سیسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقین کامل داریم با بزرگواری که داریم این ای اشتباهات ما را عفو می کنیم تیم دکتوران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن بایوگرافی پیشگامان تبابت در افغانستان را به معرفی می گیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانی امقطاران این بزرگان را با ما شریک سازند. تا نسل های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.